علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس ایران در نامه ای به رئیس قوه قضاییه گفته که حلقه هایی در نهادهای امنیتی و قضایی سرگرم اعمال نفوذ در پرونده های فساد مالی و حمایت از عاملان آن هستند. آقای زاکانی به صورت مشخص به پرونده فساد در پتروشیمی اشاره کرده. این نامه همزمان با افزایش انتقادها از صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و اطرافیانش در ارتباط با پرونده های فساد اقتصادی منتشر شده. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. اومدن با من وساطت کنن که این آدم خوبیه. گفتم بابا این آدم فاسدیه. فساد چند سالی است که ترجیبند دعواهای سیاسی در ایران شده و این صحبت‌های علیرضا زاکانی نماینده پیشین سه دوره مجلس هفته پیش شبکه 5 تلویزیونی ایران. من راجع به چند هزار میلیارد تومان پول دارم با شما صحبت میکنم. او در این مصاحبه گفت که بخش‌هایی از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تبانی کردند تا در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در ایران اعمال نفوذ کنند. داستان این بودش که در واقع داشتن اینها رسیدگی میکردن و رسیدگی رو مدن گزینشی داشتن انجام میدادن. توی وزارت اطلاعات تو پرونده پتروشیمی گزینشی داشتن. داشت گزینشی انجام داد. بله. دستگاه قضایی تبانی کردن، دستگاه قضایی اومده رأی داده به نفع کی؟ به این خاطیان. خب. به نفع خاطیان. همینی که الان من چندی قبل گفتم، همین فردی که دستگاه قضایی گفتم اون گرفتنش و اینها، همون او پشت این قضیه بود. پشت این ماجرا. به نظر می رسد اشاره آقای زاکانی به بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضاییه است که به اعمال نفوذ در پرونده های قضایی متهم شده. علیرضا زاکانی دیروز هم در نامه ای به رئیس جدید قوه قضاییه برخی از مسئولان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضاییه را به حمایت از به گفته او مفسدان اقتصادی متهم کرد. او در این نامه نوشته که افرادی از درون وزارت اطلاعات با کسانی که به روند رسیدگی به این پرونده معترض بودند برخورد کردند. نامه علیرضا زاکانی در زمانی منتشر شده که مسئولان پیشین قوه قضاییه ایران، صادق آملی لاریجانی و افراد نزدیک به او با انتقادها و اتهامهای کم سابقه روبرو هستند. اتهام دست داشتن در فساد مالی یا دست کم حمایت از عوامل فساد. این اتهام زنی ها تا آنجا پیش رفته که دو قاضی القضات پیشین ایران را رو در روی هم قرار داده. دعوایی که با انتشار اخباری از سخنان محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شروع شد. او که خود روزگاری سکاندار قوه قضاییه بود انتقادهای تندی از صادق لاریجانی رئیس پیشین این قوه مطرح کرد. انتقادهایی که پاسخ به مراتب تندتر آقای لاریجانی را در پی داشت در کنار دفاع از کارنامه خود. آیا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می کنند و ماها برای دستگیری فردی که نه معاون بنده بوده و نه رئیس دفتر بنده فضا سازی کرده اند، آیا همین کار را برای آقای شریفی معاون قائم مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و غیره کرده اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده اند؟ محمود سیف سال 2007 به همراه همسر سابقش شهرزاد میرقلی خان در اتریش بازداشت شد به اتهام تلاش برای خرید و انتقال غیرقانونی 3000 دوربین دید در شب به ایران. نام او در پرونده هایی مانند انتقال تجهیزات جعل اسکناس برای سپاه و معاملات اسلحه هم مطرح شده. هرچند برخی منابع این که محمود سیف در اطلاعات سپاه بوده باشد را از اساس رد کردند. با همه افراد، حتی با اونهایی که اصطلاحاً بهشون گفته میشه یقی سفید ها، و این رئیس جدید قوه قضاییه که با شعار مبارزه با فساد به میدان آمده با این وعده که دیگر کسی نتواند قانون را دور بزند. امروز ما در دستگاه قضایی مصممیم که اجرای عدالت برای ما خط قرمز نداشته باشه و کسانی که با اصطلاح معروف یقی سفید به عنوان کسانی که به خودشون اجازه میدن دور بزنن قانون رو و مرتکب جرم بشن حتما به اونها برخورد بشه. پرونده های فساد اقتصادی در ایران همیشه پیچیده و پر از ابهام بوده، اما به نظر میرسد در همه این پرونده ها یک نکته مشترک وجود دارد. خیلی شفاف به شما بگم، بنده حدود 15 سال 20 سال شب و روز زندگیم مبارزه با فساد اقتصادیه. هیچ کجا فساد اقتصادی ندیدم الا اینکه پشتش قدرتی وجود داشته باشه. روک به شما بگم الان تو این پرونده که میفهمید روک به شما بگم کی پشتشه؟ کجا ره؟ کجا؟ با همین پرونده که الان فهمید شما تو این پرونده که همین الان میبینید هم بخشی از دولت پشتشه، هم بخشی از مجلس و بخش قضایی پشتشه. فؤاد مسیحا، بی بی سی.